ویتنام واسه یه چیزی حدود 60 سال مستمره فرانسه بود تا اینکه تو جنگ جهانی دوم تو سال 1940 ژاپن تونست ویتنام و فرانسه بگیر و یه دولت جدید البته وابسته به امپراتوری ژاپن رو بشونه سر کار ویتنام حدود 5 سال دست ژاپن بود اما وقت جنگ جهانی دوم تو سال 1945 تموم شد و ژاپن شکست خورد ارتش ملیگرای چریکی ویتنام یا به اختصار ویتمین به رهبری هوشیمین تونست کشور از ژاپن پس بگیره و یه دولت کمونیستی مستقل تشکیل بده و اینطوری ویتنام از حالت مستمره بودن در اومد. حالا که ژاپن شکست خورده بود، فرانسه بعدش نمیومد ویتنام و دوباره پس بگیره. اما قضیه دیگه به این راحتی ها نبود. هوشیمین با ارتش کمونیستش یعنی ویتمین خیال نداشت ویتنام رو دوباره بده دست خارجی‌ها. پس جنگ اول ویتنام شروع شد. ویتمین و فرانسه سر تصاحب ویتنام میجنگیدن آمریکا هم نگران واستاده بود یه گوشه که ببینه نتیجه چی میشه آمریکا ترسیده بود که اگه یه وقت کمونیستا جنگو ببرن یعنی یه پایگاه جدید واسه شوروی و چین یعنی سرایت کمونیسم کشورهای همسایه یعنی کوچیک شدن قلمرو دولت‌های سرمایه‌داری پس آمریکا یواشکی بعضی وقت هم غیر یواشکی به فرانسه کمک میکرد که با کمونیستا بجنگه و جلوی این فاجعه رو بگیره تا اینکه حدود ده سال بعد از شروع جنگ یعنی تو سال 1954 ارتش ویتمین توی نبرد فو بی ان چنان پدری از فرانسوی در ورد که فرانسه مجبور شد با خفت و خاری شکست و قبول بکنه و توی کنفرانس ژنو اعلام کنه که از این به بعد ویتنام به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت میشناسه و اینطوری شد که جنگ اول ویتنام بالاخره تموم شد کنفرانس ژنو یه نتیجه دیگه هم داشت اینکه قرار شد فعلا موقتا ویتنام تقسیم بشه به دو بخش جدا بشه ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی که وقتی اوضاع آروم شد یه رأیگیری عمومی بذارن که مردم خودشون دولتشون انتخاب کنن که بعدش دوباره بخش شمالی و جنوبی یکی بشن و ویتنام بشه کشور واحد تو این تقسیم بندی ویتنام شمالی شد کمونیستی و افتاد دست ویتمینا و رهبرشون هوشیمین ویتنام جنوبی هم شد ضد کمونیسم و یکی به اسم نودین دیم شد همه کارش این تصمیم عجیب کنفرانس ژنو قشنگ معلوم بود کجا داره آب میخوره آمریکا با رئیس جمهور اون موقع یعنی آیزنهاور وقتی دید بعد از یه دهه جنگیدن نتونستن کمونیست‌ها رو شکست بدن، خواست با این کلک ضعیفشون کنه خودشونو بندازه به جون همدیگه. این تازه اولش بود یکم بعد آمریکا شروع کرد کار کردن رو مخ نادین دیم یعنی رهبر ویتنام جنوبی که اگه اون انتخاباتی که صحبتش بود برگزار بشه معلومه که تو میبازی اون وقت کل ویتنام میشه واسه کمونیستا نودین دیم به تحریک آمریکا شروع کرد گشتن و کشتن کمونیستایی که موقعی تقسیم کشور اینور جا مونده بودن انتخابات رو هم لغو کرد و بدون رأیگیری قدرت رو گرفت دست خودش اما کمونیستای های جامونده توی ویتنام جنوبی همینطوری ساکت نشستن که نودین دیم پیداشون کن و بکشتشون. جمع شدن دور همو جبهه ملی آزادی بخش ویتنام جنوبی که معروف شد به ویت کنگ و تشکیل دادن. اونی که توی ویتنام شمالی بود ویتمین بود، اینی که توی ویتنام جنوبی درست شد اسمش شد ویت کنگ. که جفتشون هم کمونیستا بودن اینطوری شد که اولش جنگ داخلی ویتنام جنوبی شروع شد بعد که ویتمینا اومدن کمک ویتکونگا ماجرا تبدیل شد به جنگ دوتا ویتنام چین و شوروی و بقیه کمونیستها اومدن واسدن پشت دست ویتنام شمالی آمریکا و متحداش استرالیا و نیوزلند و کره جنوبی و تایلند و چند تا کشور دیگه هم اومدن کنار ویتنام جنوبی ویتنامیا با هم می جنگیدن بقیه هم بودن تشویق میکردن اون موقع آیزنهاور در یه حد محدودی نیرو فرستاده بود اونجا که به ویتنام جنوبی کمک کنه منتها وقتی جان اف کندی شد رئیس جمهور آمریکا دید اینطوری ممکنه ماجرا خیلی طول بکشه پس حضورش رو توی جنگ پررنگ تر کرد یه جوری که موقعی که کندی ترور شد آمریکا حدود 16 هزار تا سرباز توی ویتنام جنوبی داشت دیگه کم کم داشت صدای مردم آمریکام در می اومد و شاخکاشون تیز میشد که اصلا این ویتنام کجاست که پسرای ما دارن اونجا میجنگن بعد از کندی موقعی که جانسون شد رئیس جمهور آمریکا بازم فیتیلر رو کشید بالاتر طوری که تو سال 1968 تعداد سربازای آمریکایی که داشتن توی ویتنام می‌جنگیدن رسید به یه چیزی حدود 500 هزار نفر. صدای قُر زدن مردم آمریکا همینطور داشت بلندتر میشد که اصلا معلوم هست شما دارین اونور دنیا چه غلطی میکنین؟ مردم میفهمیدن مگه میشه واسه یه مدت طولانی سرشون کلا گذاشت؟ آمریکا داشت انرژی و سرمایه کشور رو میریخت تو جنگی که بهش مربوط نبود. تازه جنگ رو هم خودش را انداخته بود. بعد از جانسون موقعی که نیکسون شد رئیس جمهور دید مردم دیگه خیلی شاکیان واسه همین قول داد که یا جنگ رو تموم بکنه یا آمریکا رو از اون وسط بکشه بیرون بذاره ویتنامی خودشون مشکلشون رو با هم حل کنن مردم اون موقع خبر نداشتند که همزمان با وعده هایی که نیکسون داره میده یه جنایت وحشتناک داره توی ویتنام اتفاق میافته خبرش یه سال بعد یعنی تو سال 1969 لو رفت که سربازای آمریکایی تو یه فاجعه ای که بعدا اسمش شد کشتار میلای حدود 500 نفر از مردم روستایی و بیدفاع رو به فجیع ترین شکل ممکن قتل عام کرده بودن این خبر که پخش شد خشم کل آمریکا رو گرفت مردم واقعا عصبانی بودن که آبروی ما رو بردین که قربونی کردن جوونامون کم بود حالا تبدیلشون کردین به یه مش وحشی که بچه ها رو میکشن و به زنا تجاوز میکنن و غیر نظامی ها رو سلاخی میکنن نیکسون نه تنها جنگو تمام نکرد بلکه واسه اینکه بتونه جبهه رو پر از سرباز نگه داره برنامه های کشی ترتیب داد اینطوری که بین مردای 18 تا 25 سال قوره بشه که معلوم بشه به چه ترتیبی بفرستنشون جنگ یعنی اتفاق به اتفاق خشم مردم از دولت بیشتر میشد اعتراضات تبدیل شد به جنبش های ریز و درشتی که جوانا توی خط مقدمش بودن جو و آمریکا همینطوری متشنج بود هر خبر جدیدی هم که می اومد اوضاع بدتر میشد تا اینکه یه شب نیکسون اومد تو تلویزیون و یه خبری رو اعلام کرد که نه تنها تنش رو به اوج رسوند بلکه باعث شد اتفاق چهارم می 1970 رقم بخوره دانشجوهای دانشگاه ایالتی کنت اصولا بچه پیگیر و رو به روزی بودن. از اونایی نبودن که وقتی یه جریانی اتفاق میفته ساکت یه گوشه بشینن و نگاه بکنن و به روی خودشون نیارن. مخصوصاً اینکه یکی از معتبرترین رشتهای این دانشگاه روزنامه نگاری بود. دانشگاه کنت یه دانشگاه تحقیقاتی دولتی معروف و معتبر تو شهر کنت ایالت اوهایو که کلی دانشجو توی رشته‌های مختلف داره معماری و هنر و مدیریت بازرگانی و پرستاری و بهداشت و ارتباطات و مهندسی هوافضا و این مدل رشته‌ها تو سال 1970 دانشگاه کنت حدود 20 هزار تا دانشجو داشت. توی حدود 60 سالی که از تأسیس دانشگاه تا موقع میگذشت، دانشجوهای اینجا نشون داده بودن که اگه سیاست دولت به یه سمتی بره که به نفع مردم و آینده کشور نباشه، اینا جز اولین نفرهایی که اعتراضشون رو نشون میدن. سر قضیه جنگ ویتنام هم تو اواخر دهه 60 دانشجوهای دانشگاه کنت اونقدر فعال بودند که اونجا تبدیل شده بود به یکم مرکزای اعتراضای اکتیویست‌ها. مثلا تو سال 1966 تو جشن فارغ و تحصیل های دوره های قبلی دانشگاه همشون لباس نظامی پوشیده بودن و ماسک گاز گذاشته بودن رو صورتشون و تظاهرات ضد جنگ را انداخته بودن یا تو سال 1968 واسه اینکه پلیس سر یه سری از شلوغی‌ها وارد محوطه دانشگاه شده بود دانشجو تحصن کرده بودن یا تو سال 1969 اعتراضشون اونقدر پررنگ شده بود که 57 نفر دستگیر شده بودن و 4 نفر از رهبرای دانشجویی واسه 6 ماه افتاده بودن زندان پنجشنبه سی اپریل 1970 ساعت 9 شب برنامه های عادی قطع شد و رئیس جمهور نیکسون اومد رو صفحه تلویزیون که واسه مردم آمریکا یه سخنرانی زنده داشته باشه. روز قبلش تو خبر اومده بود که ارتش ویتنام جنوبی واسه فلج کردن کمونیستا وارد بخش جنوب شرقی کشور کامبوج شده. هیچ صحبتی هم توی خبر از آمریکا نبود. اصلا کسی نمیدونست اونجا داره چه اتفاقی میفته. اون شب نیکسون خطاب به مردم آمریکا گفت که نه قدرت ما بلکه اراده و هویت ماست که داره مورد آزمایش قرار میگیره گفت که دیگه نباید حرف زد الان وقت عمله گفت که موقعیت آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان در خطره گفت که ترجیح میده که یه رئیس جمهور تک دوره‌ای باشه تا اینکه بخواد دو دوره رئیس جمهور باشه و آمریکا بشه کشور درجه دو نیکسون کلی حرف زد کلی آسمون ریسمون بافت کلی هیجان زده شد که آخرش برسه به این که دیروز گفتیم که نیروهای ویتنام جنوبی رفتن کامبوج قضیه اینه که تنها نرفتن مام کنارشونیم یعنی در اصل اونا کنارمان شست هزار تا اونان ما پنجا هزار تاییم ولی برنامه ریزیش با ما بوده اتفاقا یه ساعت و نیم پیش حمله کردیم به موازه دشمن که مقر فرماندهی عملیات نظامی ارتش ویتکونگ نابود کنیم مردم آمریکا هاج واج مونده بودن که این چی داره میگه ما اونجا چیکار میکنیم کامبوج به ما چه ویتنام به ما چه اصلا یه ور دیگه ای دنیا به ما چه ویتنام کم بود کامبوج رو هم کشوندین تو بازی خودتون چرا پول ما رو جوانای ما رو درگیری یه جنگی کردین که به ما مربوط نیست اصلا اگه شما نبودین که این جنگم نبود نیکسون اون شب جوگیر شده بود میتونست به جای اینکه شور هیجان بیخودی از خودش نشون بده بیاد بگه واسه اینکه زودتر بتونیم سربازامون رو برگردونیم یه عملیات داریم تو کامبوج که کارو یه سره کنیم یعنی اگه نیکسون به جای اینکه سیاستهای خارجی دولت رو به رخ بکشه حواسش به حساسیت مردم یعنی وضعیت سربازا و سرمایه کشور بود احتمالا واکنشام یه طور دیگه ای میشد اون شب صحبت های نیکسون و همه مردم آمریکا شنیدن دانشجوی دانشگاه ای ایالتی کنتم شنیدن فردای سخنرانی یعنی جمعه یک می 1970 حدود 500 تا از دانشجوهای دانشگاه ایالتی کنت توی محوطه‌ای که معمولا اعتراضای دانشگاه اونجا برگزار میشد جمع شدن. دانشجو عصبانی بودن. دست جمعی شعار میدادن که سربازامون رو برگردون این خونه. چند تاشون با یه حرکت نمادین یه نسخه از کتاب قانون اساسی آمریکا رو توی حیات دفن کردن که یعنی ما داریم چیزی رو خاک میکنیم که نیکسون اونو کشته. روی یه درخت یه پلاکارد بزرگ آویزون کردن که روش نوشته بود واسه چی آموزشگاه سربازای ذخیره هنوز پا ظهر زور که شد دانشجوها قبل از اینکه برن سر کلاساشون با همدیگه هماهنگ کردن که سه روز دیگه دوباره یه تجمع برگزار کنند. فردا و پس فرداش که میشد شنبه و یک شنبه که تعطیل بود، پس قرارشون گذاشتن برای دوشنبه. خبر اعتراض دانشجوها تو شهر کنت پیچید و مردم به حمایتشون تیکه تیکه توی جای مختلف شهر تجمع کردند. تا شب تعداد آدما همینطور بیشتر شد یه سری بطری آبجو پرت کردن سمت ماشین های پلیس شیش های چند تا فروشگاه رو زدن شکوندن چند نفر حمله کردن به ساختمان اداره پست و ایستگاه ثبت سربازا و آموزشگاه سربازای ذخیره پلیس مونده بود که چیکار بکنه تا اینکه شهردار کنت وضعیت اضطراری اعلام کرد دستور داد که همه ی بارای شهر بسته بشن و از شهرهای اطراف خواستش که نیروهاشون رو واسه کمک بفرستن اونجا بستن بارای شهر باعث شدش که اون دسته از آدمایی که ناراحتیشون رو با مشروب خوردن و معاشرت کردن و قرض زدن خالی میکردن هم بریزن تو خیابون پلیس با گاز اشکاور سعی کرد که مردم متفرق کنه شهردارم که دید عقلش به جای قد نمیده زنگ زد به فرماندار اوهایو که ببینه چی کار باید بکنه شد شنبه دوم می 1970 تنش رو قشنگ میشد توی شهر حس کرد عوامل دولتی شروع کردن به پخش کردن یه سری دروغ احمقانه که تفرقه بندازن بین مردم و دانشجو شایع کردن که دانشجو یه انبار پر از اسلحه دارن و میخوان همه رو بکشن که اینا میخوان توی آب شهر الستی بریزن و همه رو مسموم کنن که دارن یه تونل زیرزمینی میکنن که فروشگاه مرکزی شهر رو منفجر کنن که اصلا اکثر اینا دانشجوهای ما نیستن و عوامل خارجی هن. اگه یکی تو شرایط نرمال این حرفا رو میشنید احتمالا خندش میگرفت اما شرایط شهر اصلا نرمال نبود شهردار میترسید که یه اتفاقی بیفته که نتونن خودشون اوزار رو جمع ساعت پنج بعد از ظهر شد و شهر داشت دوباره به هم میریخت شهردار ترسید که اوضاع از شب قبل بدتر بشه واسه همین از فرماندار اوهایو خواست که گارد ویژه رو واسه کمک بفرسته کنت گارد ویژه ساعت ده شب موقعی رسید به کنت که دانشجو بیشتر از روز قبل جمع شده بودن تو محوطه آزاد دانشگاه نیروهای گارد با دانشجوها درگیر شدن و گاز اشکاور زدن و چند نفر رو هم دستگیر کردن اون شب معلوم نشد چی شد که آموزشگاه سربازای ذخیرم آتیش گرفت که گفتن کار دانشجو بوده که البته گزارشی که چند ماه بعد اف بی آی منتشر کرد میگفت که آتش سوزی کار دانشجو نبوده و به نظر میاد یه حرکت سازماندهی شده بوده که میخواستم بندازنش گردن دانشجو شد یک شنبه سوم می 1970 اوزا همچنان به هم ریخته بود فرماندار اوهایو خودش بلند شد اومد کنت که مستقیم به اوزا نظارت داشته باشه اولین کاری هم که کرد این بودش که توی مرکز آتش نشانی شهر برنامه سخنرانی گذاشت قشنگ معلوم بود عصبانیه حرف که میزد با مشت میکوبید رو میز برگشت گفتش که معترضای دانشجو نما آمریکایی نیستن و هدفشون تخریب نظام آموزشی کشوره گفت که ما اینجا توی کنت شاهد بدترین شکل خشونت دانشگاهی که تا حالا گروه های مخالف انجام دادن هستیم گفت که کسایی که خودشون رو دانشجو جا میزنن برنامه‌هاشون اینه که اموال عمومی رو تخریب کنن و با پلیس و گارد ویژه درگیر بشن گفت که ما همه تلاشمون میکنیم که عوامل خارجی رو از کنت بیرون کنیم این اینا مدام از یه جا میرن یه جای دیگه که جامعه رو وحش زده کنن اینا از کمونیستها و خلافکاران بدترن اینا بدترین نوع آدمایین که ما تو آمریکا بهشون پناه دادیم گفت که ما مشکل از ریشه حل میکنیم نه اینکه علائمش رو درمان بکنیم الانم بهتون میگم نمیذاریم اینا دانشگاه رو اشغال کنن ما در برابر دشمنی هستیم که قوی ترین آموزش دیده ترین و خطرناک ترین گروهیه که تا الان توی آمریکا تجمع کرده بازم یه سخرانی هیجانی دیگه که نتیجهش بیشتر عصبانی شدن مردم بود فرماندار اوهایو به جای اینکه دانشجوها رو آروم بکنه اومد تهدیدشون کرد و بهشون تهمت زد عوامل خارجی کجا بود نیروی آموزش دیده چیه کی خطرناکه چی رو داری به چی رب میدی یه تعدادی از دانشجوها واسه اینکه نشون بدن فرماندار داره دروغ میگه رفتن تو شهر که خرابی و به هم ریختگی که از شلوغی شب قبل مونده بود و جمع بکنن ساعت هشت شب دوباره ولی توی دانشگاه تجمع شد دوباره گارد ویژه اومد و دوباره با گاز ور فراریشون داد دانشجوها پراکنده شدن و یه جای دیگه جمع شدن و خواستن که با رئیس دانشگاه و شهردار حرف بزنن اما خبری از هیچ کدومشون نشد ساعت 11 شب گارد ویژه باز به دانشجوها حمله کرد باز چند نفر بازداشت شدن و چند نفر زخمی شدن و بقیه فرار کردند. اون شب نیروهای امنیتی تونستن جلوی مردم رو بگیرن اما ترسشون از فردا بود از روزی که از سه روز قبلش دانشجوها برنامه یه تظاهرات هماهنگ و چیده بودن دوشنبه چهارم می 1970 نیروهای امنیتی توی آماده باش مطلق بودن شهردار دستور منع تردد دو صادر کرده بود. مقامات دانشگاه دوازده هزار تا اعلامیه تو شهر پخش کرده بودند که تجمع امروز ممنوع و کسی حق نداره بیاد دانشگاه. با این وجود حدود دو هزار نفر توی محوطه دانشگاه کنت جمع شدن. یه نفرم داشت پشت میکروفون سخنرانی میکرد. جمعیت آروم بود. کسی شلوغ نمیکرد. همه واسطه بودن گوش میکردند. اکثر کسایی که اونجا بودن دانشجو بودند، اما کم کم مردم دیگه مخصوصا دبیرستانیان بهشون اضافه شدن. جدا از دانشجوها حدود هزار نفرم توی فضای اطراف دانشگاه پخش بودن تا اینکه گارد ویژه و نیروی پلیس و سوار نظام و هر مدل نیروی ای که توی اوهایو بود ریختن تو محوطه دانشگاه و سعی کردن با زور جمعیت رو متفرق کنن جمعیت ولی خیلی زیاد بود یکی از افسرهای گارد ویژه که دید اینطوری نمیشه یه بلنگو برداشت و از این بلنگو دستیا داد زدش که همین الان یا متفرق میشین یا باهاتون برخورد میکنیم بلنگو هم صدا به اون جمعیت نمیرسید. پس سوار جیب شد و رفت لای جمعیت و دوباره حرفاشو تکرار کرد. دانشجو شروع کردن شعار دادن و چند تاشون سنگ پرت کردن سمت ماشین. دیدن بازم انگار کسی اهمیت نمیده. گاز اشکاور زدن. اینم فایده نداشت. دانشجو خیلی بودن. بادم می اومد. کپسوله گاز اشکاور تموم شد و کسی از جاش تکون نخورد. بعضی از دانشجو کپسولا رو بر می داشتن و پرت میکردن سمت گارد ویژه. جو همینطور داشت متشنج تر میشد. به گارد ویژه دستور پیشروی دادن. طبق قانون تفنگاشون پر ولی قفل بود بیشترشون تفنگ نیمه اتومات داشتن یه تعدادشون اسلحه کمری چند توم تفنگ ساچمه ای. دستورم این بودش که اگه لازم شد فقط یه نفر تیر هوایی شلیک کنه با جلو اومدن گارد گاز اشکاور جدیدم رسید و دوباره شروع کردن پرت کردنش سمت مردم جمعیت رفت عقب یه تعداد کمیشون هم سنگ پرت میکردن سمت گارد دانشجو از هم جدا شدن یه دشون رفتن تو پارکینگ، یه ده رفتن تو زمین ورزش، بقیه‌ام پخش شدن جاهای دیگه. نیروهام چند دسته شدن و رفتن دنبالشون. یکم بعدش چند دسته از دا دانشجوها یکی شدن و سنگ و هر چی دم دستشون بود و برداشتن و افتادن دنبال یه دسته از گارد ویژه که توی زمین ورزش بود. حالا نیروهای گارد بودن که عقب عقب می‌رفتن. فاصله شون حدوداً 50 متر شده بود دستور رسید که فرار نکنین سر جاتون واستین زانو بزنین و رو بگیرین سمت جمعیت که بترسن و جلو نیان یکی از افسرا یه تیر هوایی زد که بچه ها رو بترسونه دانشجو ولی هنوز داشتن میومدن سمتشون میدونستن که این فقط یه حرکت نمایشی و امکان نداره نیروهای گارد بهشون شلیک کنن تا اینکه بدون اینکه کسی اختاری داده باشه نیروهای گارد شروع کردن تیراندازی به دانشجوها. دانشجو اولش واکنشی نشون ندادن مطمئن بودن که تیرا مشقیه کسی باورش نمیشد که اینا تیر واقعی باشه فقط وقتی تیر خورد اطرافشون و چمن و خاک پخش و هوا شد فهمیدن قضیه جدیه چند نفر که جلوتر بودن فریاد زدن که فرار کنین مشقی نیست دانشجو با ترس پخش و پلا شدن همینطور گلوله بود که میخورد به زمین و درختها و ماشینا و آدما کریس باتلر دانشجوی جامعه شناسی و گیتاریستی که 8 سال بعد گروه نیو ویو دی ویترسز رو تأسیس کرد اون روز اونجا بود تعریف میکنه که گارد ویژه که زانو زد و نشونه گرفت سمتمون هممون هم خندیدیم مطمئن بودیم که شلیک نمیکنن یعنی اصلا امکان نداشت که بدون اختاره همینطور مستقیم تیر بزنن بهمون همون. کریسی هایند دانشجوی هنر که سالها بعد شد خواننده گروه د پریتندرز اونم اونجا بود میگه که صدای تیراندازی که اومد اولش فکر کردم آتش بازیه تا اینکه یکی داد زد لعنتیا دارن میکشن همه دویدیم و پناه گرفتیم وحشت زده سربازا رو نگاه میکردیم سربازا مات و مپوت ما رو نگاه میکردن همسن ما بودن فوقش 19 20 سالشون بود فرقشون فقط با ما این بودش که یونیفرم تنشون بود مثل پسرامون که توی ویتنام داشتن کشته می شدن. جرالد کسالی دانشجوی هنر و بیسیستی که سه سال بعد از اون روز جزء مؤسسین گروه دیو بود اونم اونجا بود میگه که اون روز زندگیم به کل عوض شد من پسر سفید پوست هیپی بودم که میدیدم دوستام دارن تیر میخورن و گله بدنشون رد میشه اونا به جمعیتی که هیچی دستشون نبود و داشتن فرار میکردن شلیک میکردن بعد فکر میکنین توی روزنامه چی نوشتن که دانشجو مسلح بودن و اونا بودن که پلیسا رو زخمی کردن اون روز تو دانشگاه ایالتی کنت به مدت 13 ثانیه 67 گلوله به سمت دانشجو شلیک شد سربازا بعدا ادعا کردن که ترسیده بودن بلایی سرشون بیاد که محاصره شده بودن که جمعیت تعقیبشون میکرد که تهدیدشون میکردن که بهشون سنگ میزدند یه عدهشون گفتن که چون بقیه شلیک کردن ما فکر کردیم دستور همینه دروغ میگفتن ولی خطری تهدیدشون نمیکرد میتونستن بلند بشن و برن عقب اصلا فاصلهشون بیشتر از اونی بود که بخوان اینطوری ترسیده باشن جالب اینه که تو کل ماجرای اون روز فقط یه سرباز زخمی شد اونم در همین حد که سرپایی دستش ببندن و قرص مسکن بهش بدن هیچکی باورش نمیشد که تو اون چند ثانیه چه اتفاقی افتاده دانشجوها بهت زده رفتن سمت محوطه اصلی دانشگاه و نشستن زمین که یکی بیاد توضیح بده که چرا همچین اتفاقی افتاده یکی از افسرا اومد سمتشون و فریاد زد که اگه نرین بازم بهتون شلیک میکنیم یعنی به جای اینکه سعی کنن دانشجوها رو آروم کنن داشتن با تهدید اوضاع رو بدتر میکردن واقعا شرایط یه طوری بود که هر لحظه ممکن بود اتفاقای بدتری بیفته تا اینکه چند نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اومدم قاطی دانشجو و یکی از استادا فریاد زدش که کاری ندارم که شما حرف زور رو قبول نمیکنین اما الان التماستون کنم که متفرق شین میان قتل عامتون میکنن خواهش میکنم ازتون که برین هم همه افتاد بین دانشجو به احترام استاداشون آروم آروم گذاشتن رفتن و آمبولانس ها تونستن بیان داخل محوطه که زخمی و کشته ها رو ببرن توی تیراندازی اون روز 9 نفر زخمی شدن و 4 نفر کشته شدند. جفری گلن میلر، دانشجوی 20 ساله که فاصلش با گارد 81 متر بود، تیر خورد به صورتش و درجا کشته شد. الیسون بیکراس، دانشجوی 19 ساله که توی 105 متری گارد بود که تیر خورد به سمت چپ سینه‌اش که تو راه بیمارستان از دنیا رفت. ویلیام ناکس شرودر، دانشجوی 19 ساله که موقعی تیر خورد به سینه‌اش توی 116 متری گارد بود، توی بیمارستان و زیر عمل از دنیا رفت و ساندرا لیچور دانشجوی 20 ساله‌ای که فاصلهش با گارد 120 متر بود تیر به گردنش خورد و کشته شد خبر تیراندازی دانشگاه کنت ایالت اوهایو که پخش شد موج اعتراضا به حمله به کامبوج شدت گرفت و باعث شد که اولین تظاهرات سراسری دانشجویی آمریکا شکل بگیره حدود 4 میلیون دانشجو و دانش آموز از حدود 900 تا مرکز آموزشی تو کل آمریکا تظاهرات را انداختند. فقط توی واشنگتن تو یه نوبت 100 هزار نفر ریختن تو خیابونا اوضاع طوری شده بود که خیلی‌ها میگفتند این دیگه اعتراضات دانشجویی نیست جنگ داخلیه واکنش نیکسون به تیراندازی دانشگاه ایالتی کنت هم البته بیشتر مردم عصبانی کرده بود نیکسون به جای اینکه معذرت بخواد یا قول رسیدگی بده اومد گفتش که معترضای یه مشت اوباش و مهرای کمونیست خارجی بودن که باید باشون برخورد میشد سر فشار جنبش مدنی پرونده سربازایی که به دانشجو شلیک کرده بودن به جریان افتاد که البته فقط 5 تاشون رسیدن به دادگاه که بعدا هر 5 تاشون هم تبرئه شدن چون اولا به ادعای خودشون داشتن از جونشون دفاع می‌کردن، دوما چون قبلش دستور منع تردد اعلام شده بود دانشجو اصولا حق نداشتن اونجا باشن و مسئولیت جونشون با خودشون بوده نه تنبیهی نه توبیخی هیچی به جاش ولی از روی عکسای اون روز 24 تا از دانشجو رو شناسایی کردن و به جرم اختلال کشوندنشون دادگاه. مریان وکیو 14 سالش بود. پدر و مادرش از اونایی بودن که تمام مدت دعوا داشتن با هم. جو خونه همیشه ناروم بود. هر موقع بحث بالا می گرفت و خشن می مرین مریان و خواهر برادرش از خونه می زدن بیرون و واسه چند روز گم میشدند تا اوضاع آروم بشه. مریان کلا دختر ناآرومی بود درس نمی‌خوند، افسرده بود مار جوانا مصرف می‌کرد، آخر سرم اونقدر مدرسه فرار کرد که افتاد تو دردسر پلیس گرفتش و بهش گفتش که اگه یه بار دیگه مدرسه فرار کنی میگیریمت میندازیمت زندان اینجا بود که مریان نه از مدرسه بلکه از خونه و شهرشون فرار کرد سوار ماشینای بین راهی میشد و همینطوری آمریکا رو میچرخید و کارای سطح پایین میکرد تا پول غذاشو در بیاره و توی ماشین این و اون یا تو پارکم یا هر جا که دم دستش میومد میخوابید تا این که توی مسیرش رسید به ایالت اوهایو و شهر کنت. چهارم می 1970 مریان هم لای جمعیتی که توی دانشگاه کنت جمع شده بودن بود. درست نمیدونست چه خبره. بچه بود انوس. 14 سالش بود فقط. نه سیاست میفهمید نه کاری به جنگ و این چیزا داشت. دغدغش فقط سیر کردن شکمشو و جا پیدا کردن واسه خواب بود. دیده بود اونجا آدم زیاده هم, هم جوونن فکر کرده بود بره لای جمعیت شاید یه کاری یه جای خوابی چیزی بتونه جور کنه واسه خودش همینطوری آدما رو نگاه میکرد و بینشون میچرخید تا اینکه با یه پسر شروع کرد صحبت کردن پسر جفری میلر بود ازش پرسید اینجا چه خبره جفری هم بهش گفتش که قضیه اینه که جمع شدیم بگیم مخالف جنگیم مرین ولی بازم براش مهم نبود از جفری جدا شد و یه کم که ازش فاصله گرفت یهو یه صدای تیراندازی اومد گارد ویژه داشت به دانشجوها شلیک میکرد مریان جیغ کشید و سرش رو آورد پایین همینطوری چشم میچرخون این اونور ور که جفری میلر رو دید تو همین لحظه یه گلوله مستقیم خورد به صورت جفری و نقش زمینش کرد مریان از ترس داشت سکته میکرد تیراندازی که تموم شد خشکش زده بود چند دقیقه طول کشید که به خودش بیاد از جاش بلند شد و دوید سمت جفری نشست بالا سرش رو شروع کرد فریاد زدن کمک میخواست نفهمیده بود جفری مرده یا شاید فهمیده بود و باور نمیکرد جفری رو نمیشناخت فقط در حد چند جمله باش حرف زده بود در همین حد میدونست که این پسر هر کی که باشه هر کاری که کرده باشه حقش نیست که اینطوری بمیره همینطوری که مریان داشت فریاد میزد یکم اونورتر یه دانشجوی عکاسی به اسم جان فایلو داشت این صحنه رو نگاه میکرد که یه پسری کشته شده و افتاده روی زمین و یه دختر بالا سرش نشسته و فریاد میزنه فایلو اون روز داشت از تظاهرات عکس میگرفت دوربینش رو آورد بالا و از این صحنه عکس گرفت و بعد یه عکس دیگه و فیلم دوربینش تموم شد. سرش رو چرخوند دید گارد ویژه داره میاد اون سمتی سری دوید سمت ماشینش فیلم از دوربین در ورد جاسازش کرد توی قالپاق نشست پشت فرمون و دو ساعت رانندگی کرد تا رسید به شهر خودش تو پنسیلوانیا و محل کارش یعنی دفتر روزنامه ولی دیلی نیوز از اونجا عکس‌ها فرستاد واسه آسوسییتد پرس و فرداش عکسی که مریان وکیو رو بالای سر جسد جفری میلر نشون میداد توی صفحه اول اکثر روزنامه‌های دنیا بود اکسی که باعث شد یه سال بعدش جان فایلو به خاطرش جایزه پولیتسر بگیره اون موقعی که ماجرای تیراندازی دانشگاه کنت اتفاق افتاد نیل یانگ 25 سالش بود یانگ قبلا گیتاریست و خواننده گروه بافلو اسپرینگفیلد بود و سه تا آلبوم هم باشون با کار کرده بود اما بعد از اینکه این گروه منحل شده بود زده بود تو کار فعالیت انفرادی یه آلبوم با گروه کریزی هورس داده بود بیرون دو تا سولو آلبوم هم خودش منتشر کرده بود دوش اون موقع روی سومین آلبوم انفرادیش کار میکرد نیل یانگ تا اون موقع به اون صورت آدم سیاسی نبود موضوعی که در موردشون آهنگ میساخت خلاقانه و بکر و متفاوت بود آهنگ اعتراضی هم داشت منتها بیشتر دنبال مسائل اجتماعی بود تا سیاسی فقط اینکه یه ماه و نیم قبل از ماجرای تیراندازی یا آهنگ سیاسی ضبط کرده بود به اسم سالترن من که در مورد نجات پرستی و رفتار بد سفید پوستا با سیاه ها بود مونتا هنوز منتشر نشده بود و قرار بود یکی از ترک های سومین سو آلبوم انفرادیش باشه نیل یانگ همزمان با اینکه داشت کار خودش رو میکرد چند ماه هم بود که شده بود یار جدید یکی از شاخصترین سوپرگروههای موسیقی فولک را که تاریخ یعنی گروه CSN حرف سی واسه دیوید کرازبی بود، گیتاریست و خواننده سابق گروه ده بردز، حرف اس واسه استیون استیلز، گیتاریست و خواننده گروه منحل شده بافلو سپرینگفیلد که نیل یانگم توش اوز بود، حرف ان واسه گراهام نش، گیتاریست سابق گروه ده هالیز، نیل یانگم که اومده بود تو گروه یه وای با آخر اسمشون اضافه کرده بودن و شده بودن سی ان وای، سه نفر عضو این گروه قبل از اینکه نیل یانگ بهشون اضافه بشه یه دونه آلبوم منتشر کرده بودن نیل یانگ که اومده بود و شده بودن چهار نفر آلبوم دوم رو کار کرده بودن به اسم دژاوو که دو ماه قبل از ماجرای تیراندازی دانشگاه کنت منتشر شده بود که خیلی هم آلبوم موفقی بود که کلا موفق ترین آلبوم دوران فعالیت این گروه به حساب میاد حدود یه هفته بعد از ماجرای تیراندازی دانشگاه ایالتی کنت نیل یانگ و دیوید کرازبی یعنی همگروهیش توی سی اس ان وای توی شمال کالیفرنیا توی شهر پسکادرو تقریبا بیخبر از همه جا مهمون رود منیجر گروهشون بودن اون روز کرازبی رفته بود بیرون و یانگ داشت تو خونه استراحت میکرد. کرازبی که برگشت شماره جدید مجله لایف رو که خریده بود داد به یانگ گفت ببین تو اوهایا چه خبر بوده یانگ شروع کرد خوندن مقاله‌ای که لایف نوشته بود تا اینکه چشمش افتاد به یکی از عکس‌های مقاله همون عکسی که فایلو از مریان بالا سر جسد جفری میلر گرفته بود یانگ خوشگش زد صداش در نمی اومد همینطوری خیره شده بود به عکس کرازبی عصبانی مدام زیر لب پلیس و دولت فوش میداد اما یانگ ساکت بود و چشم از عکس بر نمی داشت اونقدری که کرازبی متوجه شد گفت نیل خوبی نیل یانگ یه طوری که انگار تو حال خودش نیست گفت میشه گیتارمو بیاری کرازبی گیتار رو آورد و داد به یانگ یانگ بدون اینکه چیزی بگه گیتار رو گرفت و بلند شد و رفت بیرون و از خونه دور شد و لای درخت های جنگلی که اون اطراف بود گم و گور کرد خودشو. یه ساعت گذشت کرازبی داشت نگران می شود. تا اینکه یانگ برگشت و به کرازبی گفتش که بچه ها رو خبر کن بگو یا انگ جدید داریم باید سری زبطش کنیم. کرازبی زنگ زد به استیون استیلز و گراهام نش که اون موقع لس آنجلس بودن گفت هر کاری دستتون بذارین کنار زود هماهنگ کنیم که بریم تو استودیو بعد یه چیزی رو ضبط بکنیم. استیلز و نش گفتن قضیه چیه؟ کراسبی گفتش که مربوط به تیراندازی دانشگاه کنت اوهایوه. نیل یه چیزی براش نوشته واسه منم زده. شک نکنین باید همین الان ضبطش کنیم. استیلز و نش با استودیوی ریکورد پلانت هماهنگ کردن و نیل یانگ و دیوید کرازبی خودشون رو رسوندن لس آنجلس و چهار عضو گروه سی اس ان وای به تاریخ 21 می 1970 یعنی فقط 17 روز بعد از ماجرای تیراندازی رفتن تو استودیو توی چندتا برداشت شاهکاری به اسم اوهایو رو ضبط کردن مدیر کمپانی آتلانتیک موقع ضبط آهنگ اوهایو اونجا تو استودیو بود هرچی به نیلیان گفتش که یکم زهرش رو بگیر یان گوش نکرد گفت لاقل اسم رئیس جمهور نیکسون از توش در بیار یانگ ولی عصبانی تر از اونی بود که بخواد ملاحظه داشته باشه مدیرم که دید اینا خیلی شاکیان دیگه باهاشون بحث نکرد قرار بود حدودا هفته بعدش گروه یه مجموعه سینگل منتشر بکنه با دو تا آهنگ اولی آهنگ Teach Your Children که گراهام نش ساخته بود و یکی از شاخص ترین ترک های آخرین آلبوم گروه یعنی دژاوو بود دومی آهنگ فایند the Cost of Freedom که استیون استیلز نوشته بود که جدید بود و قبلا منتشر نشده بود که قرار بود ترک بی ساید و فرعی واسه اون ترک معروفه باشه بعد از ضبط آهنگ اوهایو بچه های گروه با هم صحبت کردن و یه تصمیم مهم گرفتن اینکه به خاطر حساسیت و اهمیتی که اتفاق دانشگاه کنت در نتیجه آهنگ اوهایو داره از این سینگلی که قرار منتشر بشه آهنگ Teach Your Children رو بکشن بیرون اوهایو رو بذارن جاش مدیر کمپانی که اینو شنید مخالفت کرد گفت یعنی چی این کارتون Teach Your Children معروف ترین ترک آلبومتونه اصلا واسه همین قرار شد سینگلش بکنیم بذارین این طبق برنامه منتشر بشه چند ماه دیگه یه فکری واسه اوهایو میکنیم اینا گفتن نه چند ماه دیگه دیره الان باید اوهایو منتشر بشه مدیره گفت اوکی Teach Your Children بمونه سر جاش اون یکی آهنگ فرعیه رو حذف میکنیم اونو کسی نشنده تا حالا اگه دیرتر هم منتشر بشه اتفاق نمیفته. اینا باز گفتن نه اگه اوهایو بشه ترک فرعی میره تو هاشیه ما میخوایم اوهایو ترک اصلی باشه مدیره گفت آخه اینطوری هم به خودتون ضرر میزنین هم به ما گراهام نش چه گناهی کرده که میخواین آهنگش رو حذف کنین اصل پول واسه اونه که آهنگو ساخته کلی ضرر میکنه نش گفت از من مایه نذار ما با همدیگه این تصمیم رو گرفتیم الان چیزای خیلی مهمتری از جیب من مطرح این وسط ما بحثمون نه قرار داده، نه پول نه قانون ما الان عصبانیم دانشجوها عصبانیان الان وقت این آهنگه نه چند ماه دیگه مدیره دیگه با خود صاحب آهنگ نمیتونه بحث بکنه بازم کوتاه آمد نسخه مستر آهنگ دادن بهش که ببره نیویورک و کاراش هماهنگ کنه و اینطوری شد که کمتر از ده روز بعد به تاریخ یک جون 1970 یعنی 27 روز بعد از تیراندازی دانشگاه کنت آهنگ اوهایو به عنوان ترک اصلی سینگل جدید گروه CSNY منتشر شد واسه اینکه که قشنگم پیام رو به مخاطب برسونن توی جلدش خیلی هوشمندانه یه بخشی از قانون اساسی آمریکا در مورد حفاظت از حقوق شهروندان رو چاپ کردن و از قول یانگم نوشتن این فاجعه بزرگترین درسی بود که بچه ها توی یه دانشگاه آمریکایی میتونستن یاد بگیرن اوهایو شد آهنگ اصلی اعتراضای مربوط به جنگ ویتنام و یکی از شاخصترین آهنگای اعتراضی تاریخ موسیقی و معروفترین آهنگ سیاسی دوران فعالیت نیلیانگ که از اینجا به بعد اتفاقا کلی هم سیاسی شد. با وجود اینکه رادیوها پخش اوهایو را ممنوع یا محدود کردن اما توی چارت بیلبورد تونست بشه رتبه 14 و وارد چارت های استرالیا و هلند و کانادا هم شد. سالها بعد گاردین اوهایو رو به عنوان بزرگترین آهنگ اعتراضی تاریخ انتخاب کرد و مجله رولینگ استون هم تو لیست بهترین های اعتراضی تمام دوران بهش رتبه دو داد هم اینکه گذاشتش توی فهرست بهترین های تاریخ موسیقی خشم فروخورده که این آهنگ داره گیتاری که آتیش به دل میزنه سراحت نیل یانگ توی همون چند جمله که میگه فریادهای بی اختیار دیوید کرازبی توی آخر آهنگ اوهایو رو جاودان کرده نیل یانگ توی این آهنگ میگه سربازان حلبی و نیکسون از راه میرسند و ما در مقابلشان تنها ایستاده ایم. تابستان امسال صدای تبلها به گوش میرسند چون چهار نفر در اوهایو کشته شدند. باید حواسمان را جمع کنیم چون سربازها ما را میکشند. باید خیلی وقت پیش این کار را میکردیم. اگر جسدی که روی زمین است آشنای خودت بود آن وقت چه میکردی؟ چطور میتوانستی بدوی اگر او را میشناختی؟ چهار نفر در اوهایو کشته شدند. همین چند جمله توی یه فضاسازی استثنایی یه بار دیگه تکرار میشه. وقتی به فارسی ترجمهش میکنیم اون سلابتی که توی زبون اصلی داره رو نمیتونه درست منتقل کنه اما آهنگ کوبنده است کاملا تأثیر گذاره. آخرش که داره تموم میشه یانگ چندین بار جمله کلیدی آهنگ رو تکرار میکنه چهار کشته در اوهایو چهار کشته در اوهایو که این وسط دیوید کرازبی عصبانی بدون اینکه از قبل برنامهشون باشه بدون اینکه حتی خودش حواسش باشه چند بار بلند میگه چهار چهار کرازبی بی اختیار توی جمله چهار کشته در اوهایو مدام روی چهارش تاکید میکنه یانگ دوباره میگه چهار کشته در اوهایو کرازبی باز بی اختیار میگه چند نفر دیگه یانگ میگه چهار کشته در اوهایو کرازبی فریاد میزنه چرا واقعا چرا در اصل همین دلی بودن آهنگ همین به موقع بودنش همین مردمی بودنش بود که باعث شد اوهایو بشینه به دل مردم و برای همیشه زنده بمونه نیکسون طبیعتا این آهنگ دوست نداشت چندین بار عصبانیتش رو هم سر این موضوع تو صحبتاش نشون داد اما خب کار خاصی نمیتونست با نیلیانگ بقیه و بقیهشون بکنه جو آمریکا تا مدتها سر این اتفاق و البته همون ماجرای حمله به کامبوج متشنج بود دو سال بعد از ماجرای تیراندازی نیکسون توی انتخابات سال 1972 برنده شد و واسه چهار سال دیگه رئیس جمهور آمریکا موند نارضایتی مردم سر ماجرای جنگ ویتنام اونقدر ادامه پیدا کرد که در نهایت دولت تسلیم شد و تو سال 1973 آمریکا از جنگ ویتنام خارج شد و سربازاشو از اونجا کشید بیرون. ویتنام شمالی و جنوبی واسه دو سال دیگه با هم جنگیدن و آخر سر تو سال 1975 نیروهای ویتنام شمالی تونستن سایگون یعنی پایتخت ویتنام جنوبی رو اشغال کنن و اینطوری شد که جنگی که آمریکا خودش توی ویتنام را انداخته بود که جلوی گسترش کمونیسمو بگیره با این همه هزینه و دردسر و مصیبت بعد از 20 سال و کشته شدن یه چیزی حدود 3.5 میلیون نفر که 60 هزار تاشون آمریکایی بودن که 2 میلیون نفرشون غیر نظامی بودن تموم شد و ویتنام شمالی و جنوبی یکی شدن و شدن یه ویتنام واحد و البته کمونیستی که بعد از گذشت حدوداً 50 سال از اون موقع همچنان کمونیستی باقی مونده